السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. آخر ماه معظم سفر است، جهت شادی روح مادر، پدر، اساتید، اموات، اقدارانتون، همچنین جهت شادی روح مرحوم مکتوب شادروان سید ناصر موسوی که 40 و 40 ایشون هست، برادر خواهر زحمتکشمون شهربانو خانم، و همچنین جهت شادی مرحومه مقبوره شادروان خانم رسولی که همیشه مطرح مجلس می‌نشستند، مادر آقای اتحاد، و همچنین اموات تازه به رحمت خدا رفته شادروان سید احمد دوشادزاده، صلوات جلی و قرا عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایام و موسم، موسم صلوات هست، ایام رحلت پیامبر رحمت للعالمین است، صلوات ها باید خیلی قرا باشه. جهت عرض تسلیت به حضور داغدار مولانا بقیت الله الاعظم حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، این جمعیت صلواتی قرا بلند کرد به فرمان محمد. اگر سوالی هست بفرمایید. تلویزیونی پایش مستحب اینم دلیله. بله، البته پشت این استقبال باش خانم محبی فلسفه این هست، در خودش تطهیر هست، خودش روشن کردن مسیر هست. اگر سوال دیگه این هست بفرمایید. یک نفر چک کنه اگر ایسی ها خاموش، ایسی ها رو روشن کنن. خوبه، هر ستا رو روشن کردیم. سوال دیگه این نیست، من یه سوال یادم آمد بپرسم. اگر کسی زودتر میاد مسجد یا منزلشون هستن، تا زمانی که میان مسجد، مثلا فردا جمعه نماز جماعت اینجا برای مراسم شهادت امام رضا علیه السلام ساعت 7 شروع میشه نماز جماعت. خب حالا تو این یک ساعت یا یک ساعت و چند دقیقی که وقت مونده، اگر کسی اومد زودتر مسجد تا نماز شروع بشه، باید چی کار کنم؟ حالا یک شخصی زودتر اومد مسجد چی کار کنه؟ خانمو؟ قرآن بخونه، حیبت کنه؟ که نمیدونه سمتون کسی رو نداریم؟ مسجد رو تمیز کنن، احسنتون، تلگرامشون رو چک کنن، فیسبوک، اینستاگرام، قرآن بخونن. اگر مسجد احتیاج داره به کمک شما، در قدم اول مسجدتون رو کمک کنید. چادر هم اصلا اگر یه نفری رفته فراموش کرده چادرش رو تا کنه بذاره توی کمد، موقع تو به یه نفر دیگه ثواب رو بگیره و این زحمت رو بکشن. کسی مثلا کفش یا دمپایی مسجد رو همچین ول کرده توی شلف، توی جا کفشی نذاشته، تو به کسی که رد میشه بذاره. کارهایی که دوروبر مسجد، قرآن ها مثلا
لازم مرتب چیده بشه، مبرم است اگر لازمه، اینو جزء ثواب است. صاحب این مجلس پیامبر شما اومدن مسجد، دیدن یک شخص دیگری روی دیوار مسجد، خب دیوار مسجد مثل سن حیات یارد داشت، حیات داشت، آب دهان انداخته بود. آقا مشغول نماز بودن، پیغمبر رحمت للعالمین مشغول نماز بودن، در حین نماز رفتن آب دهان اون شخص رو از دیوار مسجد تمیز کردن، دوباره برگشتن نماز موندن. پس حالا اگر کسی اومد تو مسجد دید مثلا یه شخصی رفته و صندلی خودش رو بر نداشته، خب اگر ما این کارو بکنیم لطمه به غرور ما نمیزنه، کسی غروری نداره. پیامبر خاتم که هدف آفرینش هستن در حین نماز آب دهان شخصی رو از دیوار مسجد تمیز کردن. پس بنابراین یه بار دیگه حواسه اینجا هست، خلاصه اون این که در اگر کسی زودتر میاد مسجد چه بکنه؟ یک، اگر سود اجتماعی میتونه به مرکز و کامیونیتی خودش برسونه، او کارو بکنه. اگر تمیز کردنی مرتبی نظافتی لازم هست، اون اولویت داره. اگر همه اینها رو به راه هست، در قدم دوم چیکار کنه؟ عبادت‌های شخصی، قرآنی بخونه، نمازی بخونه. حالا سوال اینجاست، اگر موقع اذان مغرب و عشا شده، ایشون ساعت 6 اومده ولی مسجد ساعت 7 نماز جماعت رو میخونه، تو این یک ساعت ایشون میتونه نماز دیگری غیر از نماز مغرب عشا رو بخونه؟ بله میتونن؟ بله بله. پس کسی اومد ولو اینکه اذان مغرب عشا شده میتونه نماز دیگری، نماز قضایی چیزی بخونن تا زمانی که نماز جماعت اینجا برگزار بشه. پس اگر یه سوال دیگه اینجا تولد میشه، اگر کسی نماز مغرب و عشای خودش رو سر وقت میتونه بخونه، سر وقت بخونه بهتره یا صبر بخونه با جماعت بخونه؟ جماعت با جماعت احسن برشون. خب سوال دیگه ای هست؟ Any question؟ خدای مهربان این جلسات رو وسیله رشد دین و دنیای ما قرار دهد، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات آخر قبل منبر رو جهت شادی روح امواتتون که در این شب جمعه آخر ماه صفر چشم به راه هستن، علی خصوص مرحومه مذکوره شادروان خانم زهرا حاجیان، آقای رضا همتی گرگانی گرکانی و همچنین جهت شادی اموات خودتون صلواتی بلند عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبا القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرضى علي الحال. صلى الله محمد وآل محمد. ما فرو ماند از جمال محمد.
سر نباشد به اعتدال پیمبر قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال پیمبر وعده دیدار هر کسی به قیامت لیله اسرا بود شب وصال پیمبر طبق آیات قرآنی همه اهل دین اهل تقوا صادقین به لقاء الله میرسند روز قیامت خود این لقاء الله ملاقات خداوند یا مقام رضای خدا یا مقام تقرب به خدا یه بحث خیلی عارفانه و زیبایی داره اما همه انبیا همه اولیا این لقاء الله رو روز قیامت تجربه میکنن یک نفر این لقاء الله رو در این دنیا تجربه کرده کیه؟ پیامبر خدا که شب معراج لیله اسرا بود شب وصال پیامبر اینقدر نزدیک شدن که کانها و قوسین او ادنا وعده دیدار هر کسی به قیامت لیله اسرا بود شب وصال پیامبر آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمد مجموع در ظلال پیامبر آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال پیامبر عرصه گیتی مجال همت اونیست روز قیامت نگر مجال پیامبر دنیا که دیگه خیلی ظرفیتش کمه محدوده برای این که عظمت پیامبر رو ببینیم عظمت پیامبر رو که رو ببینیم او زمانی که در قیامت همه انسان‌ها از آدم تا فاطم حضور دارند اون موقع شما می‌بینید پیامبر خدا بین همه این ابناء بشر و بین این 124,000 پیغمبر چگونه می‌درخشد عرصه گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال پیامبر بان همه پیرای بست جنت فردوس بو که قبولش کند دلال پیامبر بهشت خودش رو آماده کرده خودش رو آرایش و تزیین کرده که کی قبولش بکنه؟ دلال همچو زمین خواهد آسمان که بیفتن همچو زمین خواهد آسمان که بیفتن تا بدهد بوسه بر نعال پیامبر آسمان بیه کاشی من زمین بودم پیغمبر خدا پای مبارک کنم که من میذاشتم شمس و قمر در زمین هشت نتابند شمس و قمر در زمین هشت نتابند نور نتابند مگر جمال محمد داره سفره ماه سفر هم جمع میشه شعرم مال سعدیه که خودش از علمای اهل سنت هست و از اساتید نظامیه بغداد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق پیامبر بس است و آل محمد
Brothers and sisters, if you review the history, one of the most successful prophets throughout the history of mankind is the final prophet Muhammad, peace be upon him. You can compare easily. Compare the life of your prophet and his prophethood, 23 years of prophethood, 950 years of the prophethood of Prophet Noah, 30 years of prophethood of Prophet Yunus, for example, right? Compare each of them. How many followers Hazrat Noah, peace be upon him, had after 950 years of prophethood? 70-something, right? How many followers Hazrat Yunus had after 30 years of prophethood? 2. How many followers your prophet, peace be upon him, had after 23 years of prophethood? According to Western historians, at the time of his demise, he had more than 1 million followers. This is the statistic, not by Muslims, but by Western historians. 1 million followers. Now, look at the condition, what changes he brought into the society. What changes Prophet, peace be upon him, brought to human life? Sometimes, brothers and sisters, when you are speaking, your audience accepts you and your words. For example, here, in this masjid, when ulama, any scholar is speaking, you will follow the speech because you are at the same page, right? You are Muslim, you are following the speaker, you respect the word. When the speaker quotes any statement from Quran, you put that statement on your eyes, right? Any statement from Prophet, peace be upon him, you put the statement on your eye. How about the Prophet? When Prophet, peace be upon him, was speaking to the audience, were they following the word of Prophet? If Prophet at that time would give any quote from Allah subhanahu wa ta'ala, would the audience agree with his quote from Allah subhanahu wa ta'ala? No. They never accepted Allah subhanahu wa ta'ala, right? If Prophet, peace be upon him, would say any statement from Quran, the audience, the kuffar, the non-believer, they would deny the word of Prophet because they wouldn't believe on Quran. So look, Prophet, peace be upon him, had the worst job on this planet. He was going to convince the audience who disagree with him completely. Sometimes a mother comes to us or calls me and complains that I cannot convince my own child in this country. My son, my daughter, has been brainwashed by social media, for example, or negative friends, negative peer group. They don't follow me. And she's the mother, he's the father. How about Prophet, peace be upon him, the one who was going to speak with ignorant people who were killing their own daughters? Prophet, peace be upon him, was at the stage to convince those who were fighting with each other for over 300 years without any logical reason. The worst job. What Prophet, peace be upon him, was able to convince them? Prophet, peace be upon him, not only was able to convince them at the field of theology and faith, but also he was able to convince them at the matter of social problems. For example, in Yathrib or in Medina Munawwara, the two tribes, Aws and Khazraj, they were fighting with each other for over 100 years. Who can solve this problem really?
Prophet, peace be upon him, was able to solve these, not only the fight between Aus and Khazraj, but many other tribes around the Hijaz. He was able to brought peace among them. He was able to seal and solve the animosity among people. How about the healthcare? Look at Nahjul Balagha. Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wa salam says, before the prophethood of Prophet, there was no correct, proper drinking water. And Prophet, peace be upon him, was able to bring a really economical change into the society. Not only about the healthcare, but also about the equality and justice. People who believed on slavery, Prophet, peace be upon him, was able to bring justice and equality. Was that easy or difficult? I'm not talking, brothers and sisters, to give you a list of the changes that Prophet, peace be upon him, brought to the human being. No, you can see it. It is very clear. Look what Jabir ibn Hayyan did. Look at the scientists. Look how Prophet, peace be upon him, replaced science in place of ignorance. Right after one century after the demise of Prophet, peace be upon him, you can see that the Renaissance, the real first Renaissance happened on this planet. At the time of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, you will find that 4,000 scholars are learning from his son Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam. Not only in the field of religion, but also of mathematics, chemical, and many other fields. Brothers, sisters, the question is how Prophet, peace be upon him, was successful to bring these significant changes during his 23 years of prophethood. This is important question, isn't it? We are not going to review what changes he brought. No, the question is, what was the key of his success? There is a French scholar, Professor Gustave Le Bon. In his book, The History of Islam and Arab, he mentions that Prophet, peace be upon him, was successful because of some reasons. If you review and read all his book, you will find that all the reasons are external reasons. But Prophet, peace be upon him, he's talking about internal reasons. Please pay attention. حالا دیگه نمیشنمید ولی ما میشنمید هنوز شد شما So brothers, sisters, in منتهى الآمال and also in أمالي شیخ صدوق, شیخ صدوق رحمت الله علیه is mentioning a hadith from Prophet, peace be upon him. What was the key of his success? Internally, personally, Prophet, peace be upon him, mentions that I had 9 characteristics. Because of these 9 characteristics, I was able to deliver the message of Allah subhanahu wa ta'ala. I was able to bring all these changes into the society. What are those 9 characteristics? Brothers, sisters, dear youth, if you want to be successful in your life, you should be honored of having these 9 characteristics that your Prophet had. Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mentions that أوصاني ربي بتسعين أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية. 1. Purification, إخلاص. 2. والعادل في الرضا والقضاء, justice at any stage, if I am calm and unhappy or I am angry and upset. والقصد في الفقر والقنا, والقصد في الفقر والقنا means
being fair at any stage, even at the stage of poverty or at the stage of wealth. وَأَنْ أَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي. Forgiveness, even towards the person who oppressed me. وَأَصِلْ مِنْ قَطَعَنِي. And having communication, even with the person who excommunicated with me. وَأَنْ يَكُونَ صُمْتِي فِكْرًا. I have to prefer silence to think. وَمَنْتِقِي ذِكْرًا. And I have to make my speech, my talk, my conversation ذِكْرًا for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَظَرِي عِبْرًا. And I have to learn from any sight, any visual communication. Let me explain the rest of the speech in Farsi. ببركات صلوات على محمد وآل محمد. یک شخصی آمد خدمت پیامبر خدا عرض کرد یا رسول الله پسرم اسیر هست، اسیر کفار هست، شما به من یک ذکری یه چیز یاد بدید که این اسیر نجات پیدا کنه. پیامبر خدا این آیه شریفه رو یاد دادن بهش، سوره مبارکه توبه اواخر. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنون رؤوف رحيم فان تولوا فقد حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. این آیه آخر رو یک وقتی اگر دوست داشتید دوستان این رو حفظ بکنید. خود اعتقاد کامل، اخلاص کامل یکی از رمزهایی هست که پیامبر خدا رو موفق کرد. اعتقاد کامل، شک نکنید. توی حدیثی پیامبر خدا میفرمان اون کسی که به شفاعت من شک میکنه، اول کسی که محروم میشه از شفاعت من خودش هست. چرا شک میکنید؟ با کریمان کارها دشوار نیست. پس اخلاص، محکم باش با عقیدت. خواهر، برادر، مادرش این ذکر رو، این آیه رو میخون مدتی و همچنین به پسر خودش هم در زندان پیام فرستاده بود که این آیه شریفه رو بخون، خیلی معنای زیبایی داره. اون کسانی که پشت کردن و وحدانیت و قدرت خدا رو رد کردن، اینها بدانن فرجی نیست. اما کسانی که خدا را قبول دارند و میگویند حسبی الله، خدا برای من بگی کافی است. کجا آواره میکنی خودت رو؟ خدا برای ما کافی است. در کدوم خدا خانه رو میخوای بزنی؟ کسی که میگوید خدا برای ما کافی هست، خدای مهربان هم از خزانه غیبی خودش فرج براشون عنایت میکنه. مدتی گذشت، مادر این فرزند آمد خدمت پیامبر خدا، یا رسول الله فرزندم نجات پیدا کرد. پیامبر خدا خودشون میفرمایند رمز اول پیروزی من اخلاص. خواهر، برادر، گاهی اوقات تو این دور و زمونه یک شبهاتی این طرف اون طرف توی موبایلا بهتون فرستاده میشه، مواظب باشید، سر نخورید ها، محکم بایستید پای اعتمادتون، اعتقاد خللی ایجاد نشه درش. نکته دیگری که حضرت می‌فرمایند، دومین رمز موفقیتشون والعدل فی الرضا والقسم. در همه حالات انسان باید عادل باشه، حتی در موقعی که قدرت دست شما هست انصاف داشته باشید، عدالت داشته باشید. تاریخ زندگی پیامبر خدا رو بخونید. بعضی ها خیال میکنن پیامبر خدا با این مردم، با این افرادی که جاهل هستن، سختگیر هستن، متعصبن، بابا به دختر خودش رحم نمیکنه، دختر خودش رو زنده به گور میکنه. پیامبر خدا اینها رو چجوری فکرشون رو عوض کردن؟ با استدلال نشستن برای اینا فلسفه گفتن، دو دو تا چهار تا گفتن؟ نه، با اخلاق کریمانه، با گذشت. اینقدر گذشت پیغمبر خدا بر عدل ایشون حتی پیشروی داشته که خیلی از کفار رو، خیلی از اونایی که با پیغمبر خدا عداوت داشتن آقا بخشیده.
نگاه بکنید تاریخ رو. اون زمانی که سعد ابن ابی وقاص وارد میشه، پرچم اسلام رو بر دوش خودش میگیره تو شهر مکه، میگه الیوم یوم الملهمه. ملهمه یعنی انتقام. خب بعد از سالها، حدود 20 سال که اینا بر ضد اسلام جنگیدند، از دعوت پنهانی پیامبر خدا اگه شروع بکنید، چقدر رنج ها پیامبر خدا از اینا دیدن، چقدر. حالا که مکه رو دارن فتح میکنن، ایشون داره صدا میزنه، میگه امروز روز انتقامه دیگه. اونایی که منیج میکردن جنگ رو بر ضد پیغمبر خدا، حالا کجا؟ این ابو سفیان ها و اینا همه فرار کردن توی منزل هاشون. تا صدا رسید به پیامبر خدا که سعد ابن ابی وقاص پرچم اسلام رو گرفته داره میگه الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقام هست، سریع پیغمبر خدا حضرت علی رو فرستادن، یا علی برو پرچم رو بگیر از سعد ابن ابی وقاص. امیر المؤمنین رفتن پرچم رو گرفتن بر دوششون و با همون وزن تقریبا یک شعاری رو درست کردن، فرمودن الیوم یوم الملهمه، امروز روز چیه؟ بخشش هست. اگر پیامبر خدا توانستن موفق بشن، این رمز موفقیتشون بوده. خواهرا، کاری که اونایی که عروس دارن، اونایی که دختر دارن، اگر کاری رو عروستون بکنه و دخترتون بکنه، عادلانه بهشون نگاه میکنید؟ آقایون شما چطور؟ اگه فرزندتون و دامادتون مثلا یه کاری رو انجام بده، پسر انجام بده که اشکال نداره دیگه، پسر خودمونه، اما داماد باید انجام؟ نه. عدالت، عدالت در همه ها زندگی رو گلستان میکنه. پیامبر خدا اخلاص هم داشتن، عدالت هم داشتن. در نماز، موقعی که نماز میشه، بعضی ها دیدید تا اون لحظه آخر قبل نماز چه حالی داره ها؟ توجه کردید؟ اصلا تا آخر، تا اون ثانیهی که میخواد الله اکبر رو بگه، ها حواسش پرته. اگه تو خونه هست با موبایلش گرفتاره، این حالا شده دجالی دیگه، نه؟ اگر توی مسجد هست، تا اون ثانیه آخری که آجوا میخواد الله اکبر بگه، با رفیقش داره صحبت میکنه. حالا از چی صحبت میکنه؟ این چه خبر مهمی هست؟ چه اتفاق عظیمی هست که باید تا آخرین لحظه صحبت بکنه؟ پیامبر خدا موقعی که میخواستن نمازشون رو بخونن، نماز رو شروع بکنن، قبل نماز یه ذکری میگفتن. این ذکرهای قبل نماز خیلی عمیقه ها، اینا رو یاد بگیرید، خودتون رو رشد بدید ها، که یک سطح باقی نمونید. پیامبر خدا میفرمان ان حیاتی و نسکی و محیای بالله رب العالمین، نمازم، زندگیم، مرگم، همه در راه توست. این چه شهادتیه، این چه مناجاتیه. بزرگان، آیت الله العظما بروجردی رو شماها میشناسید، مسجد اعظم قم رو ساختن. سید حسن خانساری رحمت الله علیه قبرشون تو همون حرم حضرت معصومه صلوات الله علیه هاست. ایشون میفرمان لحظه جان دادن آیت الله بروجردی من کنارشون بودم. حالا آیت الله بروجردی کیه که اینجا نشناسه؟ مسجد اعظم قم رو ساختن که یک برکتی شده برای حرم حضرت معصومه. مراجع خیلی بزرگی در 10 سال پیش که غالبشون به رحمت خدا رفتن، 10-20 سال پیش، همه شاگردای ایشون بودن، مثل آیت الله العظما گلپایگانی رحمت الله علیه و اونایی که تو اون رده سنی بودن، همه اون مراجع تقلید شاگردای علامه آیت الله العظما بروجردی بودن. ایشون گریه میکردن. مرحوم خانساری میگه آیت الله بروجردی گریه میکردن لحظه مرگشون. من سوال کردم شما چرا گریه میکنید بابا؟ شما که دیگه. فرمودن که بالاخره راهی پیش من هست، زندگیم، عمرم تمام شده، الان میرم به سمت جایی که ببینم چه اتفاقی برام میفته. میگه من براشون حس کردم آقا شما این مسجد اعظم رو ساختید، شما این همه شاگرداتون مرجع تقلید هستن،
شما در هامبورگ آلمان حسینیه ساختید، هزاران هزار انسان میره اونجا ذکر اهل البین علیهم السلام رو میکنن، شما دیگه چرا عشق میریزی؟ این همه کتاب نوشتید. حضرت فهمیدن بله، اما مطمئن نیستم که قبول شده یا نشده. جایی که عقاب پر بریزد از پشه ای لاغر چه خیزد. من راستش این تیکه از زندگی نامه این بزرگوار رو که میخوندم با خودم رفتم تو فکر حقیقتن. بابا آیت الله بروجردی دیگه بی نظیر بود در زمان خودشون. ایشون که اینقدر دقت میکنن در قبول شدن اعمال، مثلا ما دیگه چی؟ چون دلت آماده هست یکی دیگه هم باید بگم، حیفه امشب نگم. راوی میگه من به امیر المومنین عرض کردم یا امیر المومنین شما چرا این همه صدقه میدید؟ چرا این همه انفاق میکنید از مال خودتون؟ آقا فرمودن که اگر مطمئن بودم که اینا قبول میشه، قبول شده هست، اینقدر انفاق نمیکردم. معلوم نیست قولا این هم انفاق کردم، معلوم نیست کجومشون قبول شده. یه دوستی با ما حج میرفتن، همه ساله، سنشون بالای 80 چند سال، خدا میدونه چند تا حج رفته. بودن شما بشه نیتی حج میری؟ اهل انفاق ها، بعضی ها بهانه میکنن حالا حج نریم پولشو میدیم به فقرا، به فقرام نمیده، بهانه میاره. اگر همون پول رو بده مثلا برای یک وکیشن، یک کروزی، یک جایی، ککش نمیگزه. اما اگر بخوام حج بره، بابا نده بده به فقرا. اگر کسی کربلا بره، بابا نرو کربلا بده به فقرا. اگر کروز بره میگه باری که الله چند خریدی، کجا رفتیم، کجا بردن، مثلا اون وبسایتش هم میتونی با ما بدی، لینکشو بفرستن. حالا خواهر برادر، از این پیرمرد من سوال کردم حجتون رو شما به چه نیتی انجام میدید؟ گفت به نیت مافزمه. گفتم چطور مافزمه؟ اصلا جالب بود، بعضی خاطرات یاد آدم نمیره ها. و من نمیدونم هر جای گذشتم قبول شده، من نمیدونم اونا قبول شده. خواهر و برادر، اون چیزی که پیامبر خدا رو به موفقیت رسون، اخلاص در اعمال، بعد از اون عدالت در همه حالات، فرق نمیکنه. عادل باش برای دوستت، عادل باش برای دشمنت، عادل باش برای اونی که برات خدمت کرده، عادل باش برای اونی که برات ظلم کرده. ولدست فی الفقر والغنا. حضرت می فرماین من میان روی رو در همه حالات رعایت کردم، چه در فقر چه در ثروت. بعضیا در حالت ثروت یه روحیه‌ای دارن، یه خاصیتی دارن، اما زمانی که خدای نکرده به مشکلی میخورن روحیه دیگه پیدا میکنن. اما انسان متعادل اون کسی که در همه احوال یکی باشه. روایت داریم وجود نازنین امام رضا علیه السلام می فرمایند که شیعیان ما اهل تعادل هستن، میان روب هستن، در همه حالات همون لبخندش هست، همون سخاوتش هست، همون بزرگواریش هست، همون عدالتش در گفتارش، در کردارش دیده میشه. نکته دیگه ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درس میدن به بشر این هست که در زمان ایشون یک گروهی شروع کردن به افراد و تفرید، یک عده دیگه هر زمانی پیدا میشن دین رو بر خودشون آسان میگیرن، یک عده هم دین رو بر خودشون خیلی سخت میگیرن. هیچ کدوم این دو گروه مورد عنایت اسلام نیستن ها. در زمان پیامبر خدا هم این گروه ها شکل گرفته بودن، یه عده ول کرده بودن دنیا رو، خونه و زندگی رو، عبادت رو چسبیده بودند و خشک و مقدسی و هر روز روزه و هر روز عبادت. پیامبر خدا اینا رو خواستن، فرمودن من که پیامبر شما هستم، من هر روز رو روزه نمیگیرم، من که پیامبر شما هستم، من به تفریح میرم، با اصحاب خودم مسابقه شتر سواری برگزار میکنم، به خانواده خودم رسیدگی میکنم، زن و بچه‌ای دارم. شما همه اینا رو ول کردید رفتید. خط تعادل رو چطور انسان میتونه حفظ بکنه؟ عزیزان حواسمون باشه مبادا کسی به خودش مغرور بشه، کسی خیال بکنه که همه دین رو میفهمه. اینا رو از ذهنمون باید خارج بکنیم.
اگر یه وقتی خدایی نکرده چشمت تاریکی بکنه نتونه چشمت ببینه، پیش کی میری؟ پیش چی؟ متخصص گوش میری؟ اگر توی مسجد یه رفیقی پیدا بشه بهت، مثلا بگه خب رفیق ما که با هم خیلی وقت هم دیگر رو میشناسیم تو مسجد، من بهت پیشنهاد میدم این دارویی رو که این قطره رو که من میدم بهت اینو بچکن توی چشت، چشت که حالا تاریک شده نمیبینی انشالله بینا میشه، این کار رو میکنی؟ یا میری پیش متخصص چشم؟ کدوم؟ محکم جواب نمیدی؟ متخصص چشم. آیا حاضر هستی بری پیش متخصص گوش؟ اونم درد خونده، اونم برای خودش به جایی رسیده دیگه. نه نمیری. چرا در امر دینتون میرید پیش متخصص گوش و چشم؟ چرا در امر دینتون نمیرید در خونه مرجع تقلید رو بکوبید؟ مگه امام زمان علیه السلام نفرمودن فَأَمَّلْ حَوَادِسُ الْوَاقِعَ فَرْجَوُ فِيهَا إِلَى رُبَّاتِ اَحَادِيثِكُمْ؟ در آخر الزمان، در دوران غیبت کبرا، برید دین رو از علما و مراجع بگیرید. اینا مثل همون متخصصن، تمام عمرش رو وقف کرده. برا من یه لینکی رو فرستادم، یا آقایی که تخصص چیزی دیگه ای بود سوره حمد رو تفسیر کرده بود و در این تفسیر سوره حمد استفاده کرده بود که از سوره حمد استفاده میشه که دیگه در خانه اهل بیت رو هم دیگه نکوبیم نعوذ بالله. اینجوریه دیگه. وقتی که نرین نزد متخصصش، نرین نزد کننده کار، یه قطره اشتباهی رو توی چشممون میچه کنیم. تعادل در همه حالات. وجود نازنین خاتم انبیاء محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ادامه میده. و ان یکون صمتی فکرا، خدای مهربان به من امر کرده که سکوتم تفکر باشه، تفکر مثبت، نه خدای نکرده سکوت منفی که کسی خدای نکرده یک حقی به خود بتراشه. و منطقی ذکر، زبانم ذکر بگه. عرض کردم، اشاره کردم تو دعای کمیل، خواهرها و برادرهای بزرگوار، اگر یک کسی قصه ای داره، یک کسی گرفتاره، اومد کنار شما نشست، درد دلشو به شما گفت، شما می دست گذاشتی رو شانش، گفتی انشالله مشکلت حل میشه، آرام باش، منم برات دعا میکنم، باب رحمت الهی بازه، آیا این حرف شما، این چند کلمه قوت قلبی که به این شخص دادی، این ذکر نیست؟ این عبادت نیست؟ اینا عبادته؟ پیامبر خدا اذن بودن، اذن یعنی گوش، یعنی درد دل مردم رو میشنیدن. اگه کسی خودشو بندازه تو سجاده هی ذکر بگه اما نر مشکلی رو باز بکنه، این زبانش ذکر نیست. کسی گرفتاری داره، بشین گوش کن، تلفن بزن، بذار دلش رو خالی بکنه، ثواب داره برای شنیدن. این گوش هم میتونه ثواب جذب بکنه، همین گونه که شما میشینید تو مجلس اهل‌بیت قال الساده و قال الباقر میشنوید ثواب میگیری. گرفتاری هست، کسی مشاوره شما رو لازم داره، واقعا شما یه چیزی بهتر میدونی، یک تخصصی داری، راهنماییش میکنی، اون ذکره. پس خواهر برادر، همون گونه که هر شب جمعه تو دعای کمیلت میخونی، این زبانت رو معامله کن، این زبانت رو بده به خدمت خدا، بگو خدایا این زبان من رو طوری قرار بده که هر چه میگوید، چه ذکر عبادتی هست، چه مکالمه با خلق تو هست، خدایا همه این حرفایی که از این زبان خارج میشه در خدمت تو باشه. اینو دعا کنید. پیامبر خدا میفهمن رمز موفقیت من این بوده، من پیغمبر کلامی نگفتم در خارج از رضای پروردگار متعال. و نظری عبرن، هر نگاهی که می کردم نگاه حکمت بوده، نگاه پند بوده. بعضیا چشمشون فقط منفی می بینه، مبادا اینطور باشه خواهر و برادر. انسان اگر مثبت باشه، اگر اهل عبرت باشه، از هر واقعی، از هر حادثه‌ای درس میگیره.
امام صادق علیه السلام با شاگردانشون از کنار جنازه متعفن و مانده یک ببخشید سگی میگذشتن. خب بعضی از اصحاب گذشتن، وای ببین چه بویی گرفته. کسی دیگه گذشت، وای ببین مثلا شکمش هم ترکیده. اون یکی وای چشمش هم از بین رفته. امام صادق علیه السلام گذشتن فرمودن چه دندان سفیدی دارد و نظری عبه. به هر واقعی انسان نگاه میکنه مثبت نگاه میکنه، زیبایی های اون واقعه رو هم میبینه. حضرت میفرمایند که این صفاتی بوده است که من پیغمبر رحمت للعالمین رو باعث موفقیت شده. پس موفقیت پیغمبر خدا رو تنها روی عوامل خارجی متمرکز نکنید، بگید خب یاران با صفایی داشتن مثل حضرت علی علیه السلام، پیامشون حق بوده، زمینه اجتماعی آماده بوده، همه اونها درست. اما از زبان خود پیامبر خدا که بشنوید میبینید ایشون خیلی از عوامل رو نسبت به خودشون میفرمایند، عواملی که میتواند باعث موفقیت شما هم بشود. و ان اعفو عن من ظلمنی، ببین اهل ای کار هستی، بخشش اون کسی که به شما ظلم کرده. شما میتونید بشماری فقط پیامبر خدا چند نفر از ظالمین حق خودشون رو بخشیدن؟ شما چند نفر از ظالمین حق خودتون رو بخشیدید؟ و اعطی من حرمنی، کسی که به شما کمک نکرده شما بهش کمک کنید. پیامبر خدا میکنه این خصلت من بوده، کمک کردن به کسی که وقتی که کمک لازم داشتم به این کمک نکرده. شما میتونی این کار رو بکنی؟ وقتی گرفتاری رفیقت، فامیلت درش رو زدی ها، کمکت نکرده، حالا شما اهل این هستی کمک بکنی مشکلش رو بندازی؟ و آخرین نکته نهمین، و ان اصل من قطعنی، و این که صله رحم کنم، رفت و آمد بکنم با اون کسی که قطع رحم کرده است. خدای مهربان به برکت این جلسه نورانی به همه من و شما توفیق عطا بفرماید این نه خصلت رو قبل از مرگمون در وجود خودمون جمع بکنیم. خدایا با آبروی پیغمبر و آل پیغمبر ما رو جزء پیروان واقعی و عملی پیغمبرت قرار بده. رحمت یا ارحم الراحمین صلوات عنایت بفرمایید. سفره اعضای ماه سفر هم تمام میشه، جمع میشه. همه شما اومدید قطره اشکی رو به درگاه یاستان پیغمبر رحمت للعالمین بریزید. یه سوالی، یه حدیثی خیلی ناب هست، اجازه بدید با این یکی وارد حریم روزه بشیم. روایتی هست مال پیامبر خدا، میفرمان که و ما اوذی نبی مثل ما اوذید، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشده. روی این حدیث من فکر میکردم که چطور هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشده. انبیاء گذشته هم خیلی زحمت کشیدن، خیلی اذیت شدن. چقدر حضرت نوح رو استهزا کردن، چگونه حضرت یونس به دهان ماهی و هود افتادند. خیلی از انبیاء، حضرت یحیی چه کردند،